بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تیوی که قرار شده از این به بعد برنامه ما رو تو مسلمان تیوی ببینن. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک. اگه تا به حال عضو کانال مسلمان تیوی نشدید، روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس یه نشست خبری داشته، یه صحبتایی کرده عجیب غریب. می‌خوام بریم با هم یه مرور بکنیم، یه تحلیل ارائه بدم خدمتتون و برنامه رو جمع کنیم. نگاهی که بالاخره تو کشورهای عربی نسبت به فوتبال هست، با نگاهی که ما به فوتبال داریم و مدیرای ما دارن، خیلی متفاوته. اونا به فوتبال به عنوان یه صنعت نگاه می‌کنن، به عنوان پدیده اجتماعی که باعث نشاط و شادی و باعث ایجاد انگیزه تو جوانانشون میشه. این نشاط و شادی رو داشته باشید، انتهای بحث میخوام بهش گریز بزنم که خیلی باش کار داریم. خیلی این فوتبالیستا و اینا اینو خیلی پروموت میکنن، خیلی روش تاکید میکنن، برجسته میکنن که آقا فوتبال باعث نشاط هست و فلان. این شکلی نگاه میکنم، ولی ما نگاه گذراست، یه نگاهی که از بالا به پایینه و این نگاهی داریم که منت میذاریم سر فوتبالیستا و ورزشکارهایی که شما پول زیاد میگیرید. یه همچین نگاهی تو فوتبال ما متاسفانه وجود داره. خب پول زیاد که میگیرید، مثلا برای یه فصل یه طرف 40-50 میلیارد تومان میگیره، یک کارگری که مثلا 5-6 میلیون تومان حقوقشه، این باید تمام حقوق و مزایای یه عمرش رو بیاره در کفه ترازو بذاره بشه یه سال شما. خب خیلی زیاده، واقعا زیاده، این که نقد وارده. خب چند وقت پیشم یکی از این رسانه‌ها یه فوتبالیستا و باشگاه پرسپولیس استقلال یه کلمات زشت و زننده مثل مختار و از مال بیت المال میخوره. خب از مال بیت المال که میخوره دیگه، مگه غیر از بیت المال پول میگیره؟ مثلا از کره ماه براتون پول میارن؟ ما نگاه اینجوری داریم متاسفانه. اینا آدم هایی که آدرس اشتباهی میدن و نگاه ها رو و توجه ها رو میخوان به فوتبال جلب کنن که از نگاه منفی به فوتبال نگاه کنن. و فوتبالیست ها ورزشکار رو میونه بازوشون میخوان، یعنی با بازو شوت میزنن یا مثلا چی؟ من نفهمیدم. یا مثلا بدنسازی میکنن، اون پول بدنسازی رو میگیرن این فوتبال رو تخفیف میدن؟ چجوریه این نون بازو؟ یعنی چی؟ مثلا اون کشاورزی که میره بیل میزنه، اون کارمندی که میره مثلا صبح تا ظهر زحمت کشه، اون کارگری که مثلا میره برنایی میکنه، اینا نون مثلا پاشنه پاشونو میخورن؟ اونا نون بازو اونه فکر کنم ها، یعنی زحمت. اگه میگفتی مثلا نون هنرشون، استعدادشون، مثلا دریبل زدنشون، شوت زدنشون، اینا قابل پذیرش بود، اما که نون بازوی مقدار خنده داره خدا شاهده. نون حلال این خیلی نکته توش داره. نون حلالی که از این 85 میلیون نفر چقدر آدم ناراضیان بابت این پولهای زیادی که میگیرید. یه واقعا پول معقول باشه، میگیم آقا اگر مثلا 30% هم راضی نباشن، بالاخره مصلحت اجتماعی ایجاب میکنه شما مثلا بیایی این پولو بدی. ما میای نگاه میکنیم این آقا مصلحت اجتماعی ایجاب میکنه که تو مثلا این ورزشو داشته باشی، 100,000 تا جوون بیاد استادیوم و فلان و اینا، از اعتیاد دور باشه. این حرفا که میزنن، این حرفای خوشگل، بعد میبینی تو استادیوم طرف نشسته گل میکشه، نشسته مثلا داره آره ماری جوانا میزنه و خلاصه تو فضاست، بعدم که میره فضا فوش خوار مادرم که اونجا ردیف میکنن و خلاصه آره دور هم خوشن. خب اگر اینجوری باشه، آره شما میگی مصلحت اجتماعی پشتش هست، جامعه رو به هر حال پالایش میکنه، یه جورایی منافعی هم داره مثلا. خب ولی اینکه یهو 50 میلیارد 100 میلیارد اینا پولای خیلی درشتیه، قیامت باید جواب بدید. حالا چه تویی که میگیری، چه اون مسئولی که میده. سخت ترین کار تو فوتبال، تو ورزش جامعه ما این فوتبال بازی کردن، چون یه هنره. سخت ترین کار تو جامعه ما فوتبال بازی کردنه، یعنی توپو میخوای شوت کنی خیلی سخته، اما مثلا کارگر معدن کارش سخت نیست، کارگری که بنای میکنه مثلا کارش سخت نیست، نونوایی که جلوی تنور وای میسه تنور داغ نون بپزه بده به تو، این کارش سخت نیست. یعنی این تمام این مشاغلی که هستن باید برن لونگ بندازن پیش فوتبال بازی کردن. فوتبال بازی کردن به هر حال شما باید بدوی شوت بزنی، مثلا یه هد بزنی هر از گاهی، این خیلی سخته، کار سختی. خب شما که میگم اون که نوشته، اگه تونستید 10 دقیقه فقط تمرین کنیم و
این شدتی که بازیکن‌ها انجام میدن. اگه تونستی درد یاد دووم بیاری تحمل کنی بعد برو مطلب نیست. جناب گل محمدی، اگه شما تونستی 10 دقیقه مداوم قرآن بخونی بدون غلط، هر چی شما گفتی درسته. این چه استدلالی آخه بابا جان؟ هر کسی تو زمینه کاری خودش، بنا نیست همه فوتبالیستشون بدوئن که. شما اگه تونستی مثل من خطاطی کنی، خطت خوب بود، خیلی کارت درسته. این چه حرفیه؟ هر کی یه استعدادی داره، هر کی یه هنری داره، هر کی یه کاری داره، هر کی یه شغلی داره و متناسب با اون شغل باید درآمد داشته باشه. نه اینکه شما پولی از بیت المال بگیری که کارگر بدبخت میشنوه چشاش 6 تا میشه، تو عمرش اصلا نمیدونه چند تا صفر داره اون. بعد اومده اینجا ادای مثلا چیزا هم در میاره که اینا خوبن و بقیه بدن. مثلا هم نداریم به فوتبالیستا توهین کنی و من آقا توهین نیست که، چه توهینی؟ میگه آقا پول اضافه دارید میگید، این پول پول مفته، پول زحمت کشیده نیست. انتظارم از رئیس فدراسیون آقای تاج، آقای نبی، آقای قنبرزاده، آقای کشوری فرد، این از حق فوتبالیستا و فوتبال باید دفاع کنید. مدیران باشگاه، مربی ها، فوتبالیستا از حقتون دفاع کنید. آخه حقشون نیست. اگه حقشون باشه آره، این پول اضافی که میگیرن حقشون نیست، تناسب نداره. اگر بزنیم کف ترازو، عدالت رعایت نمیشه با این پولایی که دارید میگیرید. الان این حرفا رو میزنن، فردا فصل بعدا میان یه چیز دیگه میگن، یه انگ دیگه بهتون میچسبن. اجازه نده هر کسی به خودش اجازه بده که راجع به فوتبال اینجوری بخواد نظر بده. یعنی شما هم اجازه نداری از این بعد درباره مسائل سیاسی حرف بزنی دیگه؟ ببینیم و تعریف کنیم، باشه؟ شما متولی، شما باید از حق فوتبالیستا و فوتبال دفاع کنید. میز و صندلی و این چیزا مدتشو بکن، خدمتشو نگاه کن، ببین چقدر میتونی خدمت کنی. نباید اجازه بدیم هر کسی به خودش این اجازه رو بده که بیاد راجع به فوتبال و فوتبالیست ها اینجوری بخواد صحبت کنه و بی ادبانه با ادبیات خیلی زشت. این واقعا حق فوتبالیست ها نیست. آقا خجالت بکشید، با ادبیات زشت صحبت نکنید، به اینا نگید بالا چشتون ابروه، واقعا قباحت داره. انتقاد نکنید، دهانهایتان را خورد میکنند. اگر انتقاد کنید پدرتون رو در میارم ها، حواستون باشه. پول میگیریم، نون بازمون رو میخوریم، از بیت المال هم هست، مفخوری نیست. اینی که داره فوتبال بازی میکنه با سختی به اینجا رسیده. بقیه تو آسونی هم تو پر قو هستن زندگی کردن، بزرگ شدنشون از پر قو بوده، یعنی از همون اول، همون کارگره، اون کارمنده، اون وانتی تو کوچه که میاد داد میزنه سیب زمینی کیلو انقدر، اینا اصلا اینا با آسونی دارن زندگی میکنن. فقط فشار و سختی ها مال فوتبالیست هست. زحمت کشیدن به هر حال. چند سال توپ شوت کرد. ما مفتخور نیستیم. مفتخور اونایی هستند که الان تو کانادا، آمریکا، اروپا دارن زندگی میکنن، از منابع و ثروت این مردم دزدیدن اونجا. اونا مفتخورن. بگید راجع به اونا بنویسید. آها، مثل اینو که به یه معتاد بگی آقا تریاک نکش، بگه آقا اون هروئینی معتاده، من که اصلا معتاد نیستم که. بابا اون 3000 میلیارد برد خاوری رفت کانادا. خب؟ شما هم به سهم خودتون دارید از بیت المال پول میگیرید. اون از بیت المال برد، شما از بیت المال دارید پولی میگیرید که حقتون نیست. این اندازه حق شما نیست. یه سقف و کفی باید داشته باشه دیگه. یه تناسب بین تو و اون کارگره باشه. یه برابر، دو برابر، سه برابر، پنج برابر، نه 1000 برابر، نه 10000 برابر. چه خبرتونه؟ آدرس اشتباهی به مردم ندید. اونی که آدرس اشتباهی میده اتفاقا خود شمایی. داری حواله میدی به کانادا و آمریکا. یه نفر بود فرار کرد رفت. این همه ما فوتبالیست داریم که رقم های نجومی دارن میگیرن. ما نون حلال داریم. میگن اولین تأثیر لقمه روی بچه است. این روایت دیگه. اگر نون حلال باشه بچه بالاخره یه جورایی تربیت میشه. اگر بچه یه جورایی دیگه تربیت شده بود، زن آدم، بچه آدم مثلا کشف حجاب کنن، بیان تو اینستاگرام منتشر کنن. حالا هر کسی که هست، فوتبالیست، والیبالیست، خواننده است، راننده است، هر کی، بازیگره، برید نگاه کنید ببینید که فرزندانشون، زن و بچه‌شون چه جوری تربیت شدن. آیا اون چیزی که در اسلام اومده هستن یا نیستن؟ بعد خودتون دیگه به نتیجه می‌رسید دیگه. اولین تأثیر لقمه روی بچه است. خب؟ هر کدوم از ما 3 تا 4 تا خانواده رو داریم نون میدیم و حمایت می‌کنیم. حسنت، چه کار بزرگی کردی. یاد پسرخالم افتادم. یه پسرخاله دارم، مولتی میلیاردره. یه چیزی از مولتی میلیاردر اونورتر. مثلا همین الان اراده کنه نصف تهران رو میخره آزاد میکنه. و این بند خدا
8 تا گوسفند میاره میده به کهریزک، مثلا 8 تا، خیلی ها 8 تا. بعد ما با کمک بچهای مثلا کانال یو 5 تا 6 تا 10 تا گوسفند قربونی میکنیم. پسر خاله من مولتی میلیاردره 8 تا گوسفند قربونی میکنه. چون نمیشناسید دارم میگم، الان به خودش هم انتقاد میکنم، بهش میگم و بارها گفتم اون خجالت بکش با این ثروت مثلا یو 2000 تا غذا میدی، تو 50000 تا غذا بدی. اینا هم الان به 4 نفر نون میدن، 4 نفر، یعنی به اندازه انگشتای یه دستم نمیشه، 5 نفر 4 نفر نون میدن. خب لطفاً راجع به فوتبال اینجوری ننویسید و همه عوامل فوتبال باید متوجه باشن که اینا میخوان ریشه فوتبال رو بزنن، اینا میخوان نشاط و شادی رو از جوان‌ها از مردم بگیرن. یادم نرفته درباره نشاط و شادی میخوام صحبت کنم. دوست دارن که همه مردم ناراحت باشن، گریه کنن. داره تیکه میندازه به حزب الله. کی گفته هر کس نخندید الزامان داره گریه میکنه؟ بعدش هم برو ببین تو اون گریه چه اثراتی هست، بیچاره. اونا همون آدم هایی هست. فوتبال و فوتبالیستا و جامعه فوتبال به این راحتی صحبت کنن. از همه اونایی که دستن رو کار هم گفتن، فدراسیون مدیران باشگاه، شما با حرف بزنید. باید چی؟ از حرف فوتبالیستا بکنید. خود مربی ها، فوتبالیست ها بیان حرف بزنید، نشینی هر بلایی بخوان سر شما در بیار. من واقعا تأسف بردم وقتی داشتم مطلب رو میخوندم، واقعا عصبانی شدم. هر کی جلوم بود میدونستم کی داره این حرف رو میزنه، واقعا برخورد بدی باشه. خدا بهش رحم کرده، یعنی تیکه بزرگت گوشت بدونی که این حرفو زدی، گل محمدی عصبانی شده، شکار بد جوریه. بالاخره ازت شاکیه، حواست باشه دور و برش پیدات نشه. اصلا حق نداری چه جوری چه سنتی متری و مطلبی، حواستونو جمع کن، حواستونو جمع کن، گوشتونو میبرم. خب بعد از انتشار این نشست خبری رفتم دیدم یکی از سایت‌ها اومدن چیزای باحالی نوشتن کاربرا. یکی نوشته اتفاقا مفخوری و بقیه عداتو در میارن. بعد یکی نوشته های گل محمدی دیدی مفخور نیستید، این بازی که در مقابل زوبان انجام دادید مستاق بارز مفخوری بود، زبونتون هم درازه. فوتبال نباشه اوباش کجا برن عربده کشی کنن و انرژی تخلیه کنن. یکی دیگه گفته حتما مفخور نیستید، مفخور کارگری که از صبح تا شب جون میکنه تا قوت لایموتشو تهیه کنه، شما با قراردادهای میلیاردی لگد میزنید به توپ تا حاصلش بشه آب و نون معیشت مردم، نامفت خور. بعد از همه هم طلب دارید. بعد نوشته هستی عزیز من، هستی، خودت خبر نداری. بعد یکی دیگه نوشته آقا ما فوتبال نخواهیم باید چی کار کنیم؟ 24 نفر 90 دقیقه دوماری توپ میدونن که چی بشه. 22 نفر این بنده خدا سرمربیارم اضافه کرده، چه سودی داره؟ مال مفت و میلیاردی میگیرن، زبونشون هم از همه دراستر و همیشه طلبکارن. عادلانه اینه که این پولایی که فقط خرج فوتبال میشه برای ورزش و همه رشته‌های ورزش خرج بشه. اینم یه نظریه. گفته ورزش‌های دیگه اینم هوادار نداره و بازیشون اصلا توسط اینم آدم پیگیری نمیشه، نه اینجا بلکه تمام دنیا همینه. خلاصه اینا فوتبال کلا کوبیده، بیشترین افتخار و مدال‌های طلب به وسیله ورزش‌های دیگه کسب میشه. اینم نظرات خوبیه. بعد اینا در رابطه با این نظرات دارن با هم صحبت میکنن. یکی دیگه هم اینجا گفته تمرکز تو بذار رو کار خودت و اینا. بعد گفته وقتی مربیان و بازیکن در یک سال بالای 20 میلیارد تومان میگیرن، این چه پول حلالی است که تازه طلبکارم میشوید؟ بعد این یکی نوشته زار میزنه که نون حلال میخوری، منظورش یه چیز دیگه بوده شاید. مبلغ قراردادها در حد مسی و رونالدو، کیفیت بازی‌ها در حد میانمار. بعد این گفته کجا اندازه مسی و رونالدو پول میگیرن و فلان اینا، برو تو پارک بشین، فرق دلار و تومان رو تو هنوز نمیدونی اینا. بعد گفته ادعاشون که اندازه مسی و رونالدوه، مطمئن باش اندازه اونا تکنیک و افتخار و رکورد داشتن، تا الان کل بیت المال که هیچی، کل ایران رو بلعیده بودن، همین قدم که میگیرن از سرشون زیادیه. بعد یکی گفته جانا سخن از زبان ما میگویی. بعد اینم گفته شیر مادر و نان پدر حلاله. حالا خیلی طولانیه، من نمیخوام زیاد بهش بپردازم، میخوام بگم که نظر مردمم اینه. اما بریم در رابطه با شادی که اینا ادعا میکنن یکی دو تا نکته ریز بگم و برنامه رو جمع کنیم. تو کتاب مسلمان شناسنامه ای انواع شادی ها رو آوردم که کارشناسا سه نوع شادی رو تعریف کردن. یکی خوشی، این رو به معنای شادی هایی میدونن که ناظر به سطح جسمی و جنسیه، شادی هایی که افراد از خوردن غذا، شنا کردن در آب، راه رفتن در تپه و ماهور و امثال اینا میبرن. مثلا طرف رفته استادیوم یه دوتا هورا و دوتا بالاخره ادا در میاره، این میشه خوشی.
بعدش میشه نشاط، که این رو به شادی‌های روانی و روحی و شادی‌های درونی و باطنی مربوط میدونن. یعنی مثلا یه مادری از اینکه مادر شده خوشحاله، یا یه پدری، فرقی نمی‌کنه. این سطح از شادی از سطح قبلی پیشرفته تره، هرچند هنوز تا رسیدن به شادی سطح انسانی فاصله داره. از شد خوشی، نشاط، بعدی میشه شادکامی، شادی‌های متعالی بالاتر از نشاطه، حالتیه که از دستیابی به اهداف نصیب انسان میشه، کسی که به همه اهداف زندگیش دست پیدا کنه احساس رضایت خاطر و احساس کمال داره. شادی چنین فردی خوشی و نشاط گذرا نیست، بلکه دائمیه. بالاتر از این، اینها قراردادیه دیگه. اونچه که مهمه نشاط معنویه که انسان رو در آغوش پرمهر خداوند قرار میده. خواسته ها و اهداف چنین فردی شخصی نیست، بلکه در گروه خاص پروردگاره. در واقع میشه گفت اینها بندگان خاص خدا هن. بندگان خاص خدا چه ویژگی هایی دارن؟ این رو از آیات انتهایی سوره فرقان آوردم. بندگان خاص خدا کسانی هن که آرام و بی تکبر بر زمین راه میرن، در برابر سخنان نابخردانه پرخاش نمی کنن و اونها رو به نیکی پاسخ میگن. در پیشگاه خدا سر به سجده میذارن و در برابر او به نیایش برمیخیزن. از کیفرهای او در حراسند و لذا مراقب اعمال خیشند. در راه خدا انفاق و بخشش میکنن و در این راه از اسراف و بخل برکنارن. هرگز برای خدا همتا قائل نمیشن و هرگز دست به خون بیگناها آلوده نمیکنن. دامان عفت خودشون رو آلوده نمیکنن و اگه مرتکب گناه بشن توبه میکنن و به سوی خدا برمیگردن و با کار شایسته و نیک کار بد خودشون رو جبران میکنن. هرگز تو مجالس باطل حضور پیدا نمی کنن و بزرگوارانه از برابر لغو و باطل میگذرن. در برابر سخنان خدا و آثار او در جهان هستی همچون کوران و کران نیستن. اونها توجه خاصی به اصلاح خانواده خودشون دارن و از خدا میخوان که همسر و فرزند پاک و لایقی که مایه روشنی چشمشونه به اونها عطا کنه. اونها بزرگی و عزت رو در پرهیزگاری جستجو میکنن و از خدا میخوان که اونها رو پیشوا و سرمشق پرهیزکاران قرار بده. خب یکی از سوالاتی هم که شده بود این بود که کتاب مسلمان شناسنامی رو چطور میشه تهیه کرد؟ به قسمت فروشگاه اینترنتی سایت مسلمان مراجعه میکنید، اونجا میتونید تهیه بکنید. اما بعد از ماه سفر، چون ما داریم میریم انشالله آماده میشیم برای سفر 40 نیستیم، دوستانمون هم نیستن، حدود 30-40 نفر از بچه‌ها قرار برن کربلا انشالله که سید سرپرستیشون میکنه و نیستیم. پس برای تهیه کتاب مسلمان شناسنامه بعد از ماه سفر یا به فروشگاه اینترنتی سایت خودمون یعنی سایت مسلمان مراجعه میکنید، یا اینکه تو کانال تلگرام که لینکش زیر همین ویدیو هست عضو بشید، اونجا طرحهای ویژمون رو اعلام میکنیم. مثلا یه روز، دو روز، نصف روز فروش ویژه داریم، دیگه قطع میشه. مثلا ساعت 12 ظهر اعلام میکنیم تا 8 شب، تا 12 شب، تا دو روز بعدش. اون زمان میتونید خریداری کنید، خارج از اون زمان نمیشه خریداری کرد و انشالله احتمال زیاد چاپ جدیدش رو هم بزنیم و با همکاری خیرین کانال انشالله پخشش بکنیم و به دست همه برسونیم. دوست داریم که تو هر خونه ایرانی یه جلد از کتاب مسلمان شناسنامی باشه که واقعا اسمش برازنده شه، نقش بصیرت دینی مسلمان شناسنامه‌ای در عصر مدرن، که حالا این مسلمان شناسنامه‌ای به عنوان برند این کتاب انتخاب شده و مشهور شده. خیلی ممنون که تا انتهای این برنامه همراه من بودیم. با لایک ویدیو کمک می‌کنید یوتیوب رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون.